در حالی که جلسات FATF از روز یک شنبه در پاریس آغاز شده و در جریان آن پرونده حکومت آخوندی مورد بررسی قرار می گیرد مخاسمات درونی رژیم به شدت ادامه دارد گزارشی در این رابطه اجلاس سازمان FATF از روز یک شنبه 22 مهر با حضور بیش از 800 تن از 204 کشور و سازمان های بین از جمله صندوق بین پول سازمان ملل و بانک جهانی به مدت شش روز در پاریس آغاز به کار کرد. روزنامه مردم سالاری از باند روحانی نوشت این آخرین فرصت برای خروج نام جمهوری اسلامی از لیست سیاه این سازمان است و این در حالی است که از چهار لایه مربوط به FATF در ایران هنوز سه مورد به تایید نهایی نرسیده و خطر ماندن در لیست سیاه همچنان ایران را تهدید می کند و اگر در همین هفته توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مسلحت نظام تایید و تعیین تا تکلیف نشوند نام جمهوری اسلامی از لیست سیاه FATF خارج نمی شود و این می تواند در دوران تحریم های جدید آمریکا از آبان ماه شرایط دشوارتری را در مبادلات اقتصادی و بانکی برای نظام ایجاد کند. در همین حال یک منبع حکومتی در گزارشی از قوم نوشت تجمع طلاب در اعتراض به تصویب لایه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم عصر روز شنبه در قوم برگزار شد. زلنور عضو کمیسیون امنیت مجلس که در این تجمع سخنرانی میکرد گفت دور زدن تحریم ها با امضای FATF تقریبا غیر ممکن می شود. همزمان رسانه باند خامنه اقدام به انتشار فهرست اسامی آن دسته از اعضای مجلس کردند که به لایه پیوستن به سی اف رأی منفی دادند و اعلام کردند کسانی که رأی مثبت دادند خائن هستند. اقتصاد آنلاین از باند روحانی در این زمینه نوشت اغلب سایت های رقیب با انتشار اسامی نمایندگان مخالف لایحه CFT سعی کردند با قرار دادن مخالفان و موافقان این لایه در مقابل یکدیگر نوع خیانت را اثبات کنند مناقشات اخیر را می توان شبیه به یک صف آرایی سیاسی دانست که به هیچ وجه ارتباطی به ماهیت اقتصادی لایحه CFT ندارد از سوی دیگر پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در کیهان نوشت روی سخن در این یادداشت با شورای نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به مبارزه با تامین مالی تروریسم CFD بر عهده دارد انتظاری که در حوزه مأموریت و شرح وظایف این شورا قابل تعریف است و آن پیشگیری از خطری است که تصویب نهایی این کنوانسیون میتواند به ملت و نظام تحمل کند یک رسانه دیگر این باند نوشت FATF برجامی با تعهداتی شدیدتر و نتایجی ضعیفتر است. این تصور را به وجود آوردند که اگر FATF انجام شود، منجر به خروج نام جمهوری از لیست سیاه می شود، اما این صحت ندارد. شرایط مانند زمان برجام است. ادهی با ایجاد فضای رسانهی ای تلاش می کنند، مردم را از آینده بدون عضویت در FATF بترسانند. آخوند آلا نماینده خامنه‌ای در تبریز نیز گفت این لوایه ظاهر خوب و قشنگی دارد اما به نوعی خود تحریمی است به دست خودمان سپاه قدس را تحریم می کنیم در برجام هم این گونه بود بیگی عضو مجلس ارتجاه هشدار داد با پذیرش FATF ای داخلی ملزم می شوند سپاه پاسداران را تحریم کنند خبرگزاری بسیج سپاه پاسداران خامنه‌ای با اشاره به توصیه نامه وزارت خزانهداری آمریکا با حمله به دولت آخوند روحانی نوشت این توصیه نامه در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایه سی خوش نشده است پیوستن به سازمان های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچگاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت از سوی دیگر خبرگزاری رسمی رژیم در واکنش به علم و کسانی که به پاسدار علی لاریجانی به خاطر نامنگاری با خامنه ای برای تصویب سی حمله کردن نوشت وقتی خامنه ای در قید حیات است و امکان استعلام از او هم وجود دارد چنان که رئیس مجلس هم به همین شیوه عمل کرد پیچیده کردن این موضوع چه فوایدی در بر دارد مشخص نیست چرا مخالفان به گونه موضع می که گویی خامنه ای در اعلام موضع خود درباره لوایح چارگانه با دولت یا مجلس رو در بایسی داشته و اعلام نظر سریع خود را به مسلحت ندانسته است.